هموطنانم و به خصوص به جوانان دلیر در داخل ایران میگویم، در مقابل تمام آنچه آخوندها با برچسب اسلام تحمیل میکنند استوار و محکم بیستید. شلاق زدن به بهانه روزخاری و سرکوب زنان به بهانه بدحجابی هیچ ربطی به اسلام ندارد. در برابر آن به مقاومت برخیزید و با ستم و سرکوب علیه هموطنان اهل سنت و اقلیت‌های مذهبی که خصومت با تمام ملت ایران است مقابله کنید. هر چیز که مخالف آزادی انسان و انتخاب داوطلبانه او باشد از نظر اسلام اعتباری ندارد. نه دین اجباری، نه عبادت اجباری، نه حجاب اجباری. اسلام به تصریح قرآن و مطابق سنن محمدی از پویایی برخوردار است. همواره شرایط زمانی و مکانی در احکام آن در نظر گرفته می شود. دینامیزم قرآن که در قالب محکمات و متشابهات متبلور می شود یکی از برجسته ترین ویژگی های اسلام است. بر این اساس دو اسلام سراپا متضاد رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. اسلام آزادی در برابر دین اجبار و تهدید. مسعود رجوی رهبر مقاومت در این باره گفته است: این دو اسلام یکی رحمت و رهایی است، دیگری پلیدی و سنگدلی. یکی مبتنی بر جهل و اجبار، دیگری بر اساس آزادی و اختیار. این یکی پیام‌آور ظلمات است و آن یکی پرچمدار آزادی و یگانگی و رهایی. جنگ بین این دو که در عین حال جنگ سرنوشت برای مردم و تاریخ ایران هم هست، یکی از مهمترین حلقه های قدر انسانیت معاصر است. بله، با این اندیشه بود که مسعود یک جنبش دموکراتیک و ضد ارتجاعی را به عنوان صد اصلی در برابر بنیادگرای مذهبی بنیان گذاشت. جنبشی که امروز مشعل خلقهای ایران و خلقهای منطقه و تنها نور امید برای پیروزی بر هیولای تروریسم و ارتجاع است.